و یاد خدا الهی به امید تو ارز کنم ادبیات جهان آخرین فصل ادبیات دهم هست که آشنایی با متون ادبی کشورهای دیگه ملت دیگه نوعی ارتباط فرهنگی است میدونیم که نویسندگان و شاعران هر ملت از برجسته ترین افراد اون ملت هستند که معرف فرهنگ و اندیشه و باورها و آینهای اون ملت هستند. بنابراین در کتاب درسی یک فصل تحت عنوان ادبیات جهان گنجانده شده که از طریق ترجمه با افکار و اندیشه های بعضی از این شعرا و نویسندگان آشنا بشیم پس ترجمه در واقع پل ارتباطی بین ملت هاست به جهت فرهنگی به جهت اون مسائل آینی اعتقادات و مسائل این در اینجا هم متن سپید دم که یک شعری است از یک شاعر لبنانی و ادبیات مقاومت هست در واقع آورده شده متن ساده است اما چون اشتراک فرهنگی اشتراک اعتقادی داریم ما در اینجا این نویشتر او آوردن گنجاندن که از نزار قبانی تحت عنوان ادبیات مقاومت ادبیاتی که ما براش خیلی هزینه کردیم شهید دادیم و همچنین ملت فلسطین، لبنان، سوریه، عراق مقاومتی که در برابر دسیسه های استکباری قرار گرفته و باید انجام بشه میخونیم و نکات خاصی و از این شعر میگیم و بعد میپردازیم به متن بعدی تو را جنوب نامیدم منظور جنوب لبنان هست ای که ردای حسین را دوش داری ردا لباسی که بر روی لباسهای دیگر می پوشن. لباسی که بر روی لباسهای دیگر می پوشن. لباس بلندی که بالا پوش هست بر روی لباسهای دیگر می پوشن. ردای حسین را بردوش داری یعنی که نه از این که شیعه هستی شیعه حسینی هستی شیعه هستی و خورشید کربلا را در بر داری خورشید کربلا استعاره از امام حسین سلام خورشید کربلا را در برداری یعنی معتقد به قیام آشورا پیرو خط حسین هستی اعتقاد تو این است که راه حقیقت راه حسین و راه کربلا است ای سرخ گل که فداکاری پیش کردی سرخ گل یا گل سرخ اولا ترکیب وصفی مغلوب سرخ گل سرخ گل در اصل بوده گل سرخ این گل سرخ استار است استار از شهید استار از شهید شهیدی که در این راه در راه کشف حقیقت در راه دفاع از حقیقت به شهادت ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان بر این پیوند خورده ای انقلاب زمین همون انقلاب امام حسین هست تحولی که در تفکر نوع بشر برای پیوستن و حقیقت باید شکل می گرفت. به انقلاب آسمان بالا بر این یعنی بالا بر بالا هست بر این صفت نسبیه دیگه آسمان بالا عالم معنوی عالم معنا پیوند خورده ای ای انقلاب زمین که با انقلاب عالم بالا یعنی قیامت روز قیامت که تحول هست پیوند خورده ای ای سرزمینی که از خاکت خوشه گندم می و پیامبران بر می سرزمین فلسطین پر از نعمت است کوشه های گندم در واقع نماد این رزق و روزی و شاید سرسبزی و آرامش که و پیامبران برمیخیزند جایگاه در واقع نزول وحی بر اغلب پیامبران و مبعوث شدن همه پیامبران همین خاورمیانه و منطقه فلسطین و لبنان و سوریه است جایگاه نزول و حبوط وحی هست تو را جنوب نامیدم ای کشتی های سیادی که مقاومت پیش کردید کشتی های سیادی مردمان ماهیگیر و مردمان در واقع عادی فلسطین و لبنان که پیششون سیادی است و با همین پیشه ایستاده در مقابل دشمن ایستادن از عقیده و نظر خود دفاع می کنند حتی ماهی های دریا را هم در این منطقه دارای حس مقاومت و حس پایداری در مقابل ظلم معرفی میکنه. ای دفترهای شعری که با پیشه پیش کردیم دفترهای شعر اینجا نماد دون حس و اندیشه مردم جنوب لبنان است که همه افکار و اندیشه هاشون دفاع از مقاومت دفاع از حقیقت در مقابل اسرائیلی ستادن ای روزهای آشورا همه اینا تشخیص دارن در واقع به نوعی غیر انسان مورد ندا قرار گرفته ای روزهای آشورا ای دفترهای شعر ای ماهی دریا و همه اینها که تشخیص دارن در واقع اینا منادا قرار گرفتن به نوعی تشخیص و استاره مکنی هم هستند تو را جنوب نامیدم تو را آبها و خوشه ها و ستاره غروب نامیدم من اسم تو را جنوب لبنان گذاشتم تو را آبها و خوشه های گندم و ستاره غروب نامیدم تو را سپید دمی در انتظار زاده شدن من معتقدم که تو سپیده صبحی هستی که باید طلوعی دوباره داشته باشه انتظار باید از این سرزمین به پایان برسد و شکفتنی نو دوباره آغاز شود و پیکری در اشتیاق شهادت دامیدم تمام مردمی که در اینجا هستند در واقع انسانهایی هستند که حاضرن در راه کشف حقیقت و رسیدن به حقیقت به شهادت برسند ای مردمی که در این منطقه هستید من شما را پیکری دانستم که در اشتیاق و شور و شوق شهادت به سر میبرید تو را انقلاب و شگفتی و تغییر نامیدم من ای جنوب لبنان تو مبدع انقلابی مبدع ایجاد شگفتی و تغییر و تحول در دنیا هستی تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم من سرزمین تو را سرزمین پاک پاکیزه ارزشمند و دارای انرژی که بتواند دنیا را تغییر دهد میدانم تو را جنوب نامیدم ای چون سبز برآمده از دفتر روزگاران ای سرزمین فلسطین ای جنوب لبنان که شیعیان هستند من تو را جایگاهی میدانم که مثل سبزه هایی هستید که از دفتر روزگار از دفتر تاریخ برآمده است روزگار رو به یک دفتر دفتر روزگاران روزگار به یه دفتری تشبیه کرده روزگار مانند دفتری است که از این دفتر و از صفحات آن گلها و سبزها گلها و سبزها بر آمدند یعنی چی؟ یعنی انقلاب و تحول نو از این سرزمین و از اندیشه ها و نکاتی که در دفتر صفحات دفتر این مردم نقش بسته است ایجاد می شود ای مسافر دیرین بر روی خار و درد ای مسافر قدیمی دیرین قدیمی صفت نسبیه بر روی خار و درد خار و درد نماد سختی ها و رنج هایی که مردم کشیدند. نماد سختی نماد سختی و ظلمی که ظلمی که بر مردم روادش شده ظلمی که بر مردم رفته است ای چون شمشیر درخشان شمشیر نماد جنگ نماد مقاومت در برابر دشمن ای جنوب لبنان تو شمشیری درخشان هستی بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست ای مردم مقاوم لبنان من به جهت قداست آن کاری که شما انجام می دهید و ضربه های شمشگیری که بر دشمن می زنید من بر شمشیر و لبه شمشیر شما به جهت تمجید به جهت تقدیر بوسه میزنم. بگذار گرد و خاک قدم هایت را برگیریم. حتی گرد خاک زیر پای شما هم برای ما مثل توتیاس مقدس است عزیز و ارزشمند است. قابل تقدیر است. نهایت تواضع رو نشون میده در برابر اون اندیشه ای که برای کشف این حقیقت داره دفاع میکنه ای سرور باران ها و فصل ها سرور شادیه باران ها و فصل ها ترا ای سرور باران ها و فصل ها تو را نامیدم که در قنچه ها خانه دارد تو را پرستو ای سرور سروران ای برترین حماسه البته اینجا هم سرور اینجا سرور هم میتونیم بخونیم سرور هم میتونیم بخونیم ای سرور باران ها و فصل ها یعنی ای, ای جنوب لبنان یا سرزمین لبنان که تو بالاتر از باران و رحمت الهی هستی سرآمد همه فصل ها و دوران ها هستی تو را من عطری نامیدم که در قنچه ها خانه دارد من از تو بوی عطر میگیرم عطری که در اون قنچه ها نهفته است تو را پرستو نامیدم پرستو در واقع نماد مهاجرته تحوله از یه جایی به جایی رفتنه این قطعه در واقع این بخشش ای هم میتونیم بگیم ای سرور باران ها و فصل ها. ای شادی ناشی از باران ها و فصل ها ای سرور باران ها و فصل ها من دقیقا متن عربیشو ندیدم که بخوام ببینم آیا واقعا سرور هست یا سرور هست تو را عطری نامیدم که در قنچه ها خانه دارد و نهفته است تو را پرستوی نامیدم که در حال هجرت است ای سرور سروران ای بر این هماسه ای اینجا دیگه سرور هست ای کسی که فراتر از همه مقاومت ها و هماسه هایی تو سرور سروران هستی ای جنوم لبنان در یا متنی نیلگون است که علی آن را می نویسد و مریم هر شب روی شنها به انتظار مهدی می نشید. دریا مانند مت نیست. اینجا, اضاف... تشبیه داره. دریا, دریا همچون مت نیست به رنگ نیلی که علی آن را می نویسد. علی آن را می نویسد یعنی با آب آن در واقع اندیشه ها و افکار خود را رقم میزند و مریب هر شب روی شنها به انتظار مهدی مینشو و مردمان زن و مرد این دیار در انتظار موعود هستند در انتظار مهدی موعود اجل الله تعالی و شریف هستند و این اندیشه ها را با خود پرورش می‌دهند و به این دریا به این ساحل که نگاه می کنند به لبنان میگه شیعه اینجا در واقع در انتظار این است که ظهور اتفاق بیفته اون انقلاب واقعی رقم بخوره و گلهایی را که میچینند و گلهایی را که میچینند از انگشتان شهیدان میرویند و اون گلهایی که میچینند در واقع برآمده از خون شهداست برگرفته شده از خون شهداست گلهایی را که میچینند در این ساحل در این سبزه ها هر گلی که میچینند برای این رویدن این گلها خون شهیدی ریخته شده است محصول تلاش و مقاومت یک شهید است تاریخ روزی روستای کوچکی را از روستاهای جنوب بیاد خواهد آورد که معرکه خوانده می شود معرکه میدان جنگ معرکه در فرهنگ ما حالا معرکه یعنی چیزی خارق العاده است روستایی که با صدرش با سینش ایهام صدر امام موسا صدر صدر سینه صدر بالا صدر برتر صدر اول معانی مختلف هست. اما اینجا صدر روستای امام موسا صدر روستای معرکه که گفته حالا داخل گیومه نوشته روسایی که امام موسا صدر در اونجا بزرگ شده و زادگاه اوست با سینهش اینجا سینه مجاز از اون تفکرات درونی از شرافت و خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد بله روستای معرکه ای که پر در واقع زادگاه امام موسی صدر و اون اندیشه های متعالی او بود با تفکراتش با اون احساسش از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع میکرد سرورم ای سرور آزادگان در زمانه سقوط و ویرانی سرورم مناداس ای سرور ای انسان بزرگوار آقا و ای کسی که سرآمد همه آزادگان عالم هستی اون هم در دوره غی... دوره‌ای که انسانیت سقوط کرده در دوره‌ای که انسانیت به تباهی رفته است جز تو کسی نمانده است آزاداندیشی جز تو وجود ندارد که در زندگی ها ما نخل و عنب و تاکستان بکارد نخل و نخل خرماست عنب انگوره تاکستان هم باغ های انگوره میوه ها و درختان جنوب لبنان که نماد زنده بودن هستند جز تو کسی نمانده است که در این سرزمین در این منطقه آبادانی و امید به زندگی را برای ما رقم بزند جز تو کسی نمانده است مگر تو مگر تو پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بکشای یعنی ما را امیدوار کن ما را به اون امید و اندیشه ای که داشتیم برسان درهای امید درهای روشنایی را به روی ما باز بکن امید مانند دری شده بشه یا روشنایی مانند دری شده بشه اضافه تشبیهی سمفونی پنجم جنوب نزار قبانی و تغییراتی هم درش ایجاد شده حالا بخوایم بینیم که اینجا در نموداری که کشیده شده گروه کلمه که دو گروه کلمه آورده این گروه کلمات در واقع وجه اشتراکی دارند یک شبکه معنایی تشکیل میدن به هر کدام اینا میگن شبکه معنایی موند این شبکه معنایی گاهی اوقات بر اساس تناسب گاهی اوقات ترادف هم معناییه باغ بلبل پروانه گلستان و گل ترادف مترادف هم نیستند بلکه از یک مجموعه یک نوع ارتباط با هم دارند این همبستگی است اما مهربانی دوستی محبت الفت و لطف همه اینها تقریبا هم معنی هستند حالا میگه که بر پایه تناسب و بر پایه ترادف برای هر کدام از اینها یک هم شبکه معنایی تشکیل میده شبکه معنایی که بر اینجا بنویسیم گل رایه بو شامه یا بویایی یا هم بویایی تناسبن میتونستم برای اونجا گل بنویسم عطر بنویسم لطافت هم بنویسم از ویژگی دیگه, دیگه گل بنویسم قنچه بنویسم یا بنیسم لطافت هم بستگی دارن حالا کرامت بر اساس هم معنی کرامت بزرگواری هست بخشندگی هست سخاوت هست ارز کنم تکریم هم معنی کرامت تکریم، سخاوت، بزرگواری، بخشندگی و امثالی از میان و مواردیزی ترکیب وسیع اضافی را جدا کنید سپس هسته هر یک را مشخص کنید ترکیب وصفی و ترکیب اضافی خب ترکیب اضافی از دو تا اسم یا یک اسم و یه زمیر تشکیل میشه ولی ترکیب وصفی از یک اسم و یک صفت ستاره غروب ستاره غروب مضاف و مضاف و ترکیب اضافی خب اولین کلمه یک نقص ما گرفته شه هسته سرور آزادگان آزاده صفت هست اما آزاده وقتی جنبسته میشه میشه آزادگان و دیگه از حالت صفت بودن خارج میشه میشه ترکیب اضافی هسته مسافر دیرین دیرین صفت نسبی دیگه ترکیب وصفی هسته ماهی دریا هر دو اسمن ترکیب اضافی هسته برترین حماسه، برترین صفت عالیه هماسه هسته و اینم ترکیب وصفی در مصرع زیر نقش دستوری اجزای مشخص شده را بنویسید برای تشخیص نقش دستوری اول باید فعل رو تشخیص بدیم فعل جمله ما گذرا به مفعوله پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشایی چه چیزی را بگشایی؟ در مفعول در امید مضافون الی روشنایی مضافون الیه معطوفی عطف شده بهش دیگه به وسیله واو به روی ما گروه متممی روی هسته ما مضافون ری روی هسته این هم مضاف الیه ای را با تاج به آرایه تشخیص کنایه و تشبیه بررسی کنید ای چون سبز برا آمده از دفتر روزگاران دفتر روزگاران اضافه تشبیهی روزگاران مانند دفتری است که صفحات متعدد دارد ای کشتی های سیادی که مقاومت کرده اید تشخیص غیر انسان مورد ندا واقع شده همین که غیر انسان مورد مخ... خطاب قرار بگیره مورد ندا واقع میشه در هر صورت تشخیص میشه دیگه بگذار بوسه زنی بر شمشیری که در دستان توست کنایه از تمجید کردن مقدس دانستن این کار کدام واژه مشخص شده استاره به شمار می آید مفهوم آن را بنویسید ای مسافر دیرین بر روی خار و درد ای چون ستاره فروزان خار خب ارز کردم نماد درد و رنج استاره از ظلم و ستم و درد و رنج دیگه ظلم و ستم استاره ای مسافر دیرین بر روی خار خار اینجا عرض کردم نماد سختی و ظلم و ستمی که بر مردم رفته ای چون ستاره فروزان اینجا دیگه نه مشبه هم برنشه شاعر باران ها و فصلها را در کدام مفاهیم نمادین به کار برده است باران نماد سرسبزی و رحمت فصل ها گذر زمان و تحول و دگرگونی و امیدوار بودن به آینده و تغییر فصله کاربرد مناسب شبکه معنایی در شعر و نص ضمن آنکه به تداعی معنایی کمک می کند سبب زیبایی و دلنشینی سخن می شد و آرایه مراعات نظیر را پدید می آورد مثال ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف و به قفلت نخوری از متن درس دو نمونه مراعات نظیر بیابید کلماتی که مثلا انبو نخل و تاکستان مرات نظیر بودن دیگه و نمونه های دیگر دریافت خود را از سروده زیر بنویسید تو را جنوب نامیدم این انقلاب زمین که با انقلاب آسمان بر این پیوند خورده اید در واقع میخواد دیگه که این تحول و انقلابی که در جنوب لبنان شروع شده است و به وسیله امام موسی صدر سالهای قبل شروعش نقطه شروع آغازینش بوده است انقلاب و تحول زمین است که باید با انقلاب عالم بالا قیامت روز محشر پیوند بخورد در واقع معنویت بخشیدن به این کاره یعنی این در راستای همان پیوستن به حقیقت و دفاع از حقیقت است که همیشه انسان به دنبال آن بوده است و باید ما این رو مقدس بدانیم در سوره ای سرزمینی که از خاکت خوشه های گندم می روید و پیامبران برمی خیزند. کدام سرزمین مورد خطاب است؟ سرزمین فلسطین دیگه سرزمین مقدس فلسطین و بیت المقدس مقصود شاعر از مصره دوم و سوم چیست؟ مصره دوم در واقع خوشه های گندو می و پیامبران برخ می خیزند. اونجا در واقع آبادانی شکوه و اون زیبایی سرزمین لبنان و فلسطین که آب و هوای ای و زیبایی خاص خودشو داره و پر از نعمت است پیامبران بران برمی اشاره داره به این که جایگاه نزول وحی سرزمین مقدسی است که اولین قبلگاه مسلمانان همونجاست و اینجاست که پیامبران از آنجا برمیخیزند یعنی محل نزول وحی و جایگاه حبوط پیامبران حبوط نزول پایین آمدن نزول به معنای سقوط نیست بلکه فرود آمدن وحی الهامات الهی در مقابل سعوده سعود بالا رفتن و حبود پایین آمدن الهام خداوندی که از اون بالا به پیامبر میرسه حبوت وحیه از متن درست مثلایی را که معادل معنایی قسمت مشخص شده بیابید تو را سپیده سپیدمی در انتظار زاده شدن و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم در انتظار شهید بودن در انتظار شهادت قبایی در این بخش از شعر از... اول اینو بگیم بعد این سراغ اون در این شعر بخش از شعرش بر چه نکته تاکید دارد ای که ردای حسین بر دوش داری و خورشیدی کرده در واقع پیشی بودن دارای تفکر شیعی بودن و پیرو هماسه آشورا و قیام امام حسین بودن است اما بریم سراغ اون تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم در متن درس معادل معنای این رو از انگشتان، گلهایی را که می‌شونند از انگشتان شهیدان می‌رویند، اینجا هم می‌تونه اشاره داشته باشه تراس سپید دمی در انتظار زاده شدن خب این ای سرخ گل که فداکاری پیشه کرده ای در انتظار شهید بودن دیگه همین در واقع این معادل در اشتیاق معادل اون در اشتیاق شهادت بودن است به سر بردن. ای سرخ که فداکاری پیش کردی این قرار بدن که قرار با انقلاب آسان به این اینجا و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم همون کسانی که دارید تفکر شیعی هستند و در راه حقیقت میخوان از به شهادت برسند گلهایی را که میچینن از انگشتان شهیدان میرویند در واقع این هم میتونه نزدیک به همون تفکر باشه بریم در سه بعدی گنج حکمت اول مزار شهید مزار قبره محل زیارته تیمور لنگ گاه سوار بر اسبی که لگامی زرین تلایی لگام افسار دهنه سرگرم اندیشه های دور و دراز خود از میدان جنگ به گورستان میرفت و از اسب پیاده میشد و تنها در میان قبرها به گردش می پرداخت و هرگاه بر مزار یکی از نیاکان خود یا شاعری بزرگ سرداری دلاور و دانشمندی نامدار میگذشت سر فرود می آورد و مزار او را می بوسید تیمور پس از آن که شهر توس را گشود بعد از آنکه شهر توس را تصرف کرد شهر توس زادگاه فردوسی است فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند، مردم را نکشند. زیرا فردوسی شاعر ایرانی فردوسی شاعر ایرانی بدل هست بدل هست برای فردوسی روزگار خود را در آن به سر برده بود آنگاه تیمور بر سر مزار او شتافت و چون جذبه ای اسرارآمیز جذبه کشش جذبه نیست جذبه کششی اسرارآمیز او را به سوی فردوسی کشید. خواست که قبر قبرش را بگشایند. مزار شاعر گشودند مزار شاعر غرق در گل بود یعنی پر از گل بود تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ مزار کشورگشایی چون او آدم جنجو و مبارزی چون او چگونه خواهد بود پس از راه قرقون به سوی تاتارستان رفت تاتارستان جنوب شرقی روسیه است که نزدیک به مغول ها و چینی است و زادگاه تیمور لنگ هست تیمور از اونجا به ایران حمله کرد از راه قرقون به سوی تاتارستان تاتار آنجا که نیای بزرگ است چنگیز چنگیز هم بدل هست برای نیا نیا یعنی پدر بزرگ در معبدی آهنین آرامیده است روی آورد در برابر زائر نامدار منظور زایر نامدار اینجا الان کسی که به زیارت رفته بود کی بود تیمور لنگ نوه چنگیز که زانو بر زمین زده بود سر فرود آورده بود سنگ, سنگ بزرگی را که بر گور فاتح چین منظور چنگیز چنگیز نهاده بودند، برداشتند. ولی تیمور ناگهان بر خود لرزید چرا برای این روی برگردین برای اینکه گور ستمگر غرق در خون بود از فرانسا کوپه یعنی عاقبت کسی که خدمت فرهنگی انجام میدهد همیشه زیبایی تراوت گل و اون اندیشه های درست او در واقع برایش نتیجه بخش است و اون کسی که قتل و قارت و کشتار و بیرحمی و ظلم و ستم دامن میزند و در این راه میکوشد همیشه بدبختی و شهر و ساری و نکبت و رنج و عذاب پیشون داشته